kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Dametgah, hıbbut. فکر میکردم جایی متفاوت تری بریم. خبرنگارا معمولا این طرفا نمیان، گفتم میان مزاحممون میشن، نمیتونیم راحت بشن. والا حقم دارن نیان این دور و ورا. اگه بخوای میتونیم بریم یه جای دیگه. نه اگه تو دوست داری همینجا میمونیم. ولی از یه بابت خوب شد، یکم ذهنمون آروم شد. یکم زیاده روی نمی کنی؟ ها؟ اینجوری پیش بری باید زود برگردیم. یه امشب و کاری به کار من نداشته باش، بذار تو حال خودم باشم بابا. میخوای کالاما رو این سفارش بدی؟ آره سفارش بده. اصلا ولش کن، بشین سر جات. فکر کنم سینانه. کیه؟ شاید بچه ها بودن، ولی خب بچه ای که نبود. آه هوای من، ببین داداش یه امشب و بذار به خوبی خوشی تموم شه بره، به حد کافی عصبامون خورده، دیگه بدترش نکن. آخه به اینم میشه گفت آدم؟ ولی این تقصیری نداره، تقصیر پلینه که میدوه دنبالش، مردی که از وجناتش مشخصه چجور آدمیه. گوش کن، فردا با ذهن آروم میشینیم فکر میکنیم که چجوری اینا رو به پلین بکیم. الان کاریت نباشه، تو رو خدا ول کن الان، بشین سر جات. نمیتونم بی تفاوت باشم. پسر بلند، داداش من خودش خوب میدونه دختره چه ضعفی داره، واسه همین داره رو دست میچرخونتش. نه داداش، نداریم از این نامردی. بابا داداش به ما چه ربطی داره آخه؟ به خودشون مربوطه. بابا ول کن، تو کاری نداری. باشه بابا ولم کن، بلند میگم کاریش ندارم، قول میدم. میدونم داداش میدونم، آخه لزومی هم نداره آخه، واسه چی ها؟ بشین سر جات، بشین بابا، بشین سر جات. باشه حق با توه، تو بردی، به من چه اصلا؟ آره بابا. رابطه اوناست به من چه؟ خوب گوش کن، میخوام یه اعترافی بکنم. اگه میدونستم قراره امشب با دختری مثل تو آشنا بشم. اگه تو چشمتو چجور خانمیم؟ من احمقم که باورت کردم. تو حتی ارزش توف انداختنم نداری مرتی، که زندگی و اعتبار دختره رو به باد دادی، بازم تو رو بخشید، حالا افتادی دنبالش که بیشتر خرابش کنی؟ کدوم دختر؟ مگه تو وکیلشی گلابی؟ ها؟ زندگی ما به خودمون مربوطه، حالا راتو بکش برو. شما کی هستین؟ چیزی نیست خانم محترم، شما دو دقیقه صبر کنین ما حلش میکنیم. ببین منو یارو، خوب گوشاتو باز کن، اگه میخوای با پلین باشی نباید باش بازی کنی، مثل یه مرد باید کنارش باشی. ولی اگه میگی نه، اگه میگی نمیتونم، اگه بگم نمیتونم چی؟ خیر باشه، نکنه مثل تو مردی که بیشرف. داداش بلش کن باشه، برو بیرون. حسین
تو هم قهوه میخوای؟ نه داداش نه، کارمون خیلی اشتباه بود، باید میذاشتی همونجا حساب اون مرتیکه رو برسم. من دارم میگم قهوه، تو فکرت کجاست پسر ها؟ داداش خودت که میدونی من وقتی همچین کارو یا نیمه تموم میذارم عصبی میشم. صبح بخیر. صبح بخیر. بعد موقع اومدم؟ ادامه بدید، معذب نباشید، من که غریبه نیستم، بالاخره از این به بعد شریکتونم مگه نه؟ نه بابا، بعد موقع نبود، امروز قرار بود برم پیش استاد رحموز واسه این دستر بابام، مامانم گفت دستورش اگرم باشه پیش اونه، ما هم داشتیم راجع به همین حرف زدیم. آره حتی منم دقیقا داشتم میگفتم اینشالله پیداش میکنی که تو رسیدی یا همون موقع. باشه خب، یا من برسونمت، لااقل اینجوری به جای اینکه اجرای دست و پا باشم یه کمکی بهت میکنم. باشه، یعنی اگه برات زحمت نمیشه. نه جونم، زود باش بریم. میگم بهتره اول بریم صبحونه بخوریم، نظرت چیه؟ عالی. بهش میخوای بگی؟ نمیدونم داداش. وای مثل این که بازم دیر رسیدم. پلین جون ما خیلی کار داریم، الان وقتی رسیدی که به مسائل شخصی نیست. عزیزم ما هم کار داریم. ببینم اگه قرار نبود کار کنیم، دیشب گذاشتی رفتی گفتی امروز کار میکنیم دیگه. امروز نگفتم پلین، گفتم بعدن. خب الانم بعدنه. من خیلی گشنمه سینا. بلند میشه همراه پلین به کارهای منو برسی؟ بفرمایید آقا آلپر. درسته من به خاطر انتقال سهام باهاتون تماس گرفته بودم، ولی یعنی چی همین الان؟ خب آخه هر کسی واسه خودش برنامه ای کاری چیزی داره مگه نه؟ باشه باشه دارم میام، خداحافظ. وکیلته؟ دو روز پیش واسه انتقال سهام بهش زنگ زدم، حالا باید برم. برو برو مشکلی نیست، من یه کاریش میکنم. باشه میبینمت. میبینمت. خب بیا من برسونمت، کلی هم ترافیکه، خیلی طول میکشه، میتونیم تو ماشین حرف بزنیم، کار کنیم، حلش کنیم. آره خدا وکیلی حرف غیر منطقی زدم. به نظر منم منطقی بود، از اون گذشته من از محاسبه کالری سر در نمیارم، خودتون یه جوری حلش کنی. یالا خدا قوت. زنده باشی. خب دیشب چطور گذشت؟ دیشب؟ خوب بود، خوب بود. فقط همین؟ خوب بود؟ پس میخواستی چی بشه پلین؟ نکنه میخواستی آخر جملم تیر هوایی در کنم؟ نه بابا همین جوری، آخه حس کردم پکر، اینن که کار دیشبت خیلی مهم بود، خواستم بدونم مشکلی چیزی پیش اومده سر قراری یا نه. همین؟ نه برعکس، خیلی هم خوش گذشت، با یه یاروی که اصلا باش حال نمی کنم روبرو شدم، ولی اونم نتونست حال خوشم رو خراب کنه. خیلی خوش گذشت، خیلی. حال طرف کی بود؟ نمیشناسیش. عروسی که انشالله. کدوم عروسی؟ خب شریک شدین، قراره یه گل و بلبل هم با هم دیگه میذاریم. من میگم که زیادی کشش ندین، آره خوب نیست. ببخشید ولی زندگی شخصی من به تو چه ربطی داره؟ انکار نکردنت نشون دهنده تصدیق حرفم. هنوز جواب سوالمو نگرفتم، چرا انقدر تو زندگی شخصی من سرک میکشی؟ نه جونم، آخه زندگی شخصی تو به من چه ربطی داره؟ والا میدونی چیه، من از رابطه عاشقانم خیلی راضیم، واسه همین دوست دارم هر کی که دورو برمه رابطه عاشقانه خوبی داشته باشه، فقط همین. میدونی دیشب شب فوق‌العاده‌ای برام بود. جدا؟ اگه فضولی نباشه با کی بودی؟ با کی میخواستی باشم؟ با تولگا بودم دیگه، مگه غیر از اون کسی دیگه هم تو زندگیم هست؟ یعنی با اون بودی؟ چرا تعجب کردی؟ نه تعجب نکردم، چرا باید تعجب کنم؟ درسته کارش اشتباه بود که منو ترک کرد، ولی میخوای یه رازی رو بهت بگم؟ لطفا اگه در مورد تولگاست
با من نه، بلکه با رفیقات در میون بذار. باشه؟ پس چرا خودت شبیه که با جیدا گذروندی و با بهبه و چهچه واسه من تعریف کردی؟ من تعریف کردم؟ آره؟ داری شوخی میکنی پلین؟ خودت اول میگی بعدم میگم. خب درسته منو ترک کرد، ولی میدونی اتفاقا خوب شد که ترکم کرد. حالا یه آدم کاملا متفاوت شده و برگشته، دیگه چشش جز من کسی رو نمیبینه، حتی 5 دقیقه هم طاقت دوریمو نداره. اگه تو اینطور میگی پس هم اینطوره. تولگا داره زنگ میزنه، جواب ندم نگران میشه. الو تولگا جونم. عشقم چطوری؟ نگرانت شدم، گفتم یه زنگی بزنم. آه عزیزه دلم، نگرانم شدی؟ کارم که تموم شد بهت زنگ میزنم. باشه؟ باشه عزیزم، میبوسم. منم میبوسم ایت عشقم. بای بای. آخیش نمیدونست، پس اون سراشپزی به درد نخور بهش نگفته. نگران شده بود. چی شد؟ از چیزی ناراحت شدی؟ نه خیلی هم خوبم. خوب دیگه بزن بریم، یه عالمه کار داریم. باشه بریم. دست در نکنه شبنم جون. ممنون. کاری که میکنیم اصلا درستی سا میدونی که رسما دخترمونو مثل عروسک سپردیم دست پسره. چه ربطی داره آخه رضا؟ یعنی چی که چه ربطی داره؟ رسما داری پشت سر دخترمون توطئه میچینیم. من این اجازه رو نمیدم. داری اشتباه میکنی رضا، گوش کن ببین چی میگم، یه لحظه وایسا. کوچولو که بودم با بابام همچین جا زیاد میومدی. باور کنه که یه هفته اینجا ولم کنن بعدش بیان دنبالم اصلا حوصله‌ام سر نمیره. یادت نرفته که واسه چی اومد؟ او مگه میشه یادم بره؟ آی زبیر از اینو خیلی خوشش میاد. الو بابا جونم. دخترم باید راجع به یه موضوع خیلی مهمی باهات حرف بزنم. بابا جون الان جای شلوغی ام، وقت مناسبی نیست، میشه بعدم بهت زنگ بزنم؟ دخترم هیچی نیست عزیزم، تو به کارت برس. باشه عزیزم. ای بابا چرا دخترو معذب میکنی؟ پلین زود باش دیگه. دخترم میگم هیچی نیست عزیزم، هیچی نیست. چی شد؟ الو ای بابا چی شده؟ لابد با تصمیم گرفتن جداشن. کیا؟ مامانم و بابا. چی میدونم، بعضی وقتا تصمیم میگیرن جداشن، اما خیلی وقت بود که حرفشو نزده بودن. سویلا عزیزم، عزیزم چشم دوا کن خانوم خونم، تو رو خونه چشم دوا کن. آبجی ما کشتم، آبجی ما کشتم. خفخون بگیر، یعنی چی کشتمش؟ خدا کاش زنده بمونه، کاش زنده بمونه. چشم تو باز کن سویلا جونم، تو رو خدا باز کن چشم خوشگلت، یه چیزی بگو. به دخترمون چیزی نمیگی رضا؟ تو هنوزم تو اون فازی؟ پاشو میری بیمارستان، پاشو میرم. خدای شکرت، خدای شکرت. من بیمارستان نمیرم، تو فقط به دخترمون چیزی نگو، برای من کافیه. بابا رفتی زیر ماشین، بازم بیخیال ماجرا نمیشی؟ مگه من رفتم زیر ماشین؟ شما ها منو زیر گرفتین، شایدم دوتایی نقشه چیزی کشیدین، من نمیدونم. خانم این چه حرفیه؟ مگه ممکنم چه کاری بکنی؟ والا باید از تو ترسید، ولی من بیخیال نمیشم، همین الان میرم پیش دخترم. طلاق میگیرم. والا بلا طلاق میگیرم رضا. وای کردم بنده رو. های سلام، خوش اومدین. اینا چندن؟ سیلی خسته نباشی. خیلی ممنون. یه اوستا رحموز قدیمی هست، میدونی رستورانش کجاست داداش؟ کاملا درست اومدی داداش. ببین از راست بپیش تو اولین کوچه دست راست، داخل کوچه از سمت راست چهارمین مغازه است. باشه این طرفی دیگه. آره. ممنون، خسته نباشی. خودتون اینا رو درست میکنین دیگه نه؟ من اون گردن بندایی که با سنگای طبیعی درست میشنم خیلی دوست دارم، دارین از اونا؟ راحت باشی ها، امروز اومدیم بازارگردی عزیزم. آخه میدونی از اینا هیچ چیز دیگه نمیتونم پیدا کنم. ببین چقدر رنگ و رنگن، سنگاشون هم خیلی خوشگلن، این یکی رو خیلی پسندیدم. ببین میشه نبینم؟ میشه وقتی خودت تنهایی اومدی اینجا ببینی؟ میشه حواسمون به کارمون باشه؟ میشه؟ وای دو دقیقه هم تفریح نکن. از این طرف دنبالم بیا. ای
از این طرف دنبالم بیا. الهی هموی پیر خوابش برده جونم. عوس راموس خیلی پیر شده. عوس راموس نه خیر، نمیفروشم مغازه را. نمیفروشم دیگه. برید. عوس راموس آروم باش. کدوم مغازه؟ چیو نمیفروشی؟ داماد بی سر و پا. حالا دیگه خودتو میزنی به اون را؟ توسه از خواب بیدار شده. عوس راموس اشتباه گرفتی، من دامادت نیستم. اینقدر هم کم حافظه نشدم. میخوای گولم بزنی و ازم امضا بگیری؟ آره کور خوندی. نمیتونم. ای بابا آلزایمر داره. تو برو کنار، من حلش میکنم. میگم قدیمای نصراف خیلی قشنگ تر بود، مگه نه اوستا؟ مغازه را نمیفروشم. نه بابا اوستا جون، نفروشی یا حیفه، واله به خدا حیفه. بیا اینجا یکم کنار ما بشین. بیا این نوه نتیجه ها اصلا قدر این ملک و املاکو نمیدونن، فقط میخوان بفروشن و پولشو حروم کنن. خوب گفتی دخترم. ببینم تو از کدوم خانواده هستی. ببین اوستا راهموز، تو پدر منو نمیشناسی، ولی پدر دوست منو خوب میشناسی. اونم مثل تو از قدیم آشپز بوده. حتی دوستای خیلی خوبی واسه هم بودی. من پسر عدنانم، یادت میاد؟ تانکوت خودشه. یه بچه خنگ خیکی بودی، دوستات بهت میگفتن کوچولو موچولو. والا من یادم نمیاد. شما از کجا یادت میاد دوست راموس؟ ولی الان ماشاءالله هزار ماشاءالله مردی شدی. والا منم همون بار اول که دیدمش همین فکر رو کردم، ولی چقدر عوض شده، مثل ماه شده. یعنی چقدر لاغر شده مگه نه؟ منم خیلی تعجب کردم، جذاب شده. آره خوش اشتها بود. وقتی سنتش کردن واسه این که گریه نکنه همه شیرینی میذاشتن تو حلقش. از درد اونقدر گریه نکرد که از تموم شدن شیرینی ها. خیلی بچه بامزه ای بود. از بچگیش دیگه چه خاطره یادتونه؟ آره خب ما واسه همین اومدیم اینجا دیگه، مگه نه؟ اومدیم خاطرات بچگی سینانو بشنویم. آخه اونقدر قشنگ تعریف میکرد که محو شدم، ببخشید. عوس راموز، ما اومدیم اینجا سراغ دفتر دستور پخت پدرمو بگیریم. آها اونو میگی؟ همون که جلد مشکی داشت؟ آره. کنارش هم اسم بابات نوشته شده بود. آره خودشه. ببینم میدونین اون دفتر کجاست عوسا؟ عوسا سفارش رسیدن، بچه ها رو بفرست خالیشون کنن. دیر کردی، من بچه ها رو فرستادم رفتن. عوسا ماشین مونده وسط کوچه، الان ترافیک میشه، چیکار کنیم پس؟ پسر عدنان بپر ببینم، سری جنسای این آقا رو خالی کن، زود باش. چشم استم. خب داشتین ختنه ی سینان رو تعریف میکردین استم. بذار برم برات خوراکی بیارم. نه ممنون، من خیلی سیرم. تعارف که نمی کنی دخترم. نه نه واقعا سیرم. پس یه شیرینی باید بخوری. الو من با سینان تماس گرفتم. بله گوشی سینانه. پلین تویی؟ آره خودم هم، چیزی شده؟ میشه گوشی رو بدی سینان؟ عزیزم سینان الان خیلی سرش شلوغه، کارش که تموم شد میگم بهت زنگ بزنه. باشه ببین منو. قطع کرد. سینان همچین کاری نمی کنه. نه جونم سینان نبود، این دختر پلینه. مگه این دختر نرفته بود؟ چه میدونم، والا من سردر نمیارم. رفته بود، حالا نمیدونم از کجا پیدا شده. ای بابا اینم چقدر عجیب و غریبه، از در میندازی بیرون از پنجره میاد تو.
دخترای این دور زمونه واقعا دیگه نوبرن. بعدش هم مگه نمیبینه؟ معلومه بین شما دوتا یه رابطه میخواد شکل بگیره. خب معلومه حسودیش میشه دیگه. ها. اما کور خونده. من از داماد شانس نیاوردم، نمیذارم عروسم هم اونجوری بشه. انشالله. ایشالله. بالاخره یه دونه پسرمه، بایدم سفت و سخت بگیرم براش. همشو بخور، نکنه خوشت نیمد. نه خیلی هم خوشمزه است، ولی من خیلی شیرینی نمیخورم. اینم به خاطر شما خوردم استا. مگه میشه همچین دسریو نخورد؟ حیفه به خدا. تمومش کن، تا چش بخور. تموم شد دوست راموس. مایحتاج یه هفته رو خریده بودم، ماشالله به تو. آره نگو دیگه، بریم سر قضیه این دفتره. کدوم دفتر؟ همونی که چند دقیقه پیش راجبش حرف زدیم، دفتر دستور پخت بابا. آها آره، من اون دفتر رو پیداش نکردم. پیش شما سوستا؟ امکانش هست. خب کجا میتونه باشه؟ نمیدونم، سال هاست که ندیدمش، ولی الان که پرسیدی یه چیزایی ازش یادم میاد. فهمیدم، گویا نمیتونیم اون دفتر رو پیدا کنیم. این همون دسره. این؟ قلب طلایی؟ آره، من دنبال دستور پخت این دسر میگردم اوستا. منم خیلی دنبالش گشتم، اما دیگه در حدی که بلدم درست میکنم، ولی مثل مال بابات نمیشه. نه نیست، مزه دسری که بابام درست میکرد و نمیده. خب پس چی کم داره؟ میدونی وقتی دسر بابامو میخوردی یه جورایی مثل این که بهار میومد، مثل نسیمی که موقع غروب خورشید صورتتو نوازش میکنه. منظورمو میرسونم؟ اینقدر قشنگ توصیف کردی که بهتر از این نمیشد سینا. یعنی منظورم رو رسوندم دیگه، یه چیز خنک. یعنی مثل طعم شکلات نعنایی؟ نه نه، اون مزه خیلی تند و قویه، این یه جور دیگه است. باعث میشد دسر خیلی ملایم باشه، یعنی یه جوری که انگار داری یه دسر میوهی میخوری، نه یه دسر خمیری. میفهمی؟ باریکلا، دقیقا همینطوری بود. خیلی خوب توصیف کردی. خب چی بهش اضافه میکرد که اون مزده رو میداد؟ خب اگه میدونستم که خودم اضافه میکردم. میدونم امون راهموس، میدونم. من که میگم پیداش میکنی. جدی میگی؟ دونه دونه امتحان میکنی و پیداش میکنی. بالاخره مواد اصلیش که مشخصه. آره ولی باید با اون مواد جور در بیاد. پیدا میکنی؟ من مطمئنم. حرف زن تو گوش کن تانکوت. اوسا راهموز، ما زن و شوهر نیستیم. خب پس طولش ندین دیگه، عیبه. دختر مردم آواره خودت نکن. فکر کنم بهتره هرچی زودتر بریم، وگرنه اوسا راهموز همینجا عقدمون میکنه. نجیب. بله خاله حافظه. شنیدم از خونه پرتت کردن بیرون. ها
آره یه جورایی. پس کجا میمونی؟ خورد و خوراکت چی؟ پیش یکی از دوستان بودم، اونم امروز گفت یه جای دیگه واسه خودت پیدا کن. منم که پول ندارم، باید یه کاری پیدا کنم و شکمم رو سیر کنم. یعنی الان گشنته؟ نه صبحی شیرینی خوردم. شب کن بذار برات یه لقمه بگیر. نه بابا جون. جون من دمت گرم خاله حافظه، اگه میشه لای نون و پنیر رو گردو و اینا بزن. حتما حتما. ترشی هم اخ جون بیا ببینم پسرم، بیا اینم لقمه. بیا چی شد؟ بیا بگی نوش جونه. لقمه نمیخواستی مگه؟ بیا بگی نونو پنیرت کو و گردو ترشی. سب کن ببینم خاله حافظه. چه رفیقی بابا؟ خجالت نمیکشی؟ بیشخصیت. من زنم رو دوست دارم خاله حافظه. خجالتم نمیکشی. اینم صابونمو شد. میگم نکنه وانیل بوده. یه چیزی میگی یا اولش حرف منو گوش نمیدی ولی بعدم به حرفم میرسی. میبینم که حس شوخ طبعیت گل کرده. باشه اگه چیزی که اون دسر کم داره وانیل باشه، اون وقت چی آقای مثلا دانا؟ اگه چیزی که اون دسر کم داشت وانیل بود و من اینو نمیفهمیدم، به نظرت میتونستم سرآشپز باشم خانم علامه؟ حالا برو هرچی میوه و ادویه توی یخچال هست برام بیار. همه شو؟ اگه اسمشونو بگم به هر حال قاطی میکنی، واسه همین همه شونو بیار. تقصیر منه که کمکت میکنم. خب من دیگه دارم میرم. حالت خوبه؟ خوبم خوبم، چیزی نیست. بلند آه. من که میگم زنگ بزن. حرف میزنه؟ اگه من بودم حرف میزدم، یعنی عصبانیتم فروکش میکرد و اگه مال من فروکش میکنه، مال بوشاک خیلی وقت فروکش کرده. ممنون. اینا رو آوردم. خیلی خوب. جیدا تعطیل کرده. خب سینا صدامو میشنوی بلند؟ آره آره میشنوم، حواسم یه لحظه پرت شد. سینا رفته، فردا کارش خیلی زیاده، واسه همین زود رفته. ای بابا کاش منم یکم زودتر میومدم. خب دیگه پس من برم. راستی تو با ماشین اومدی؟ آره. میشه منم برسونی لطفاً؟ یعنی اگه برات زحمتی نیست. نه زحمتی نیست. باشه. خب حالا باید همه اینا رو دونه دونه امتحان کنی. حدس میزنی کدوم یکی باشه؟ نمیدونم، تو بگو. ولی حدست مثل وانیل نباشه لطفا. خب یه چیزایی به ذهنم میرسه ولی تو خیلی خوب توصیف کردی، گفتی که هوای بهاری، خونکی، ملایمت. به همه اینا که فکر میکنی چی میشه؟ توت فرنگی. اینم میتونه باشه ولی انگار یه چیز متفاوت تره. بگذاریم، به هر حال پیداش میکنه. خب پس با انجیر شروع میکنیم. Savaşırım. Beni hiç
hiçbir tanımadım. Senin tikam işinde bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin ben deli kişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim inadımdan öpeyim. Hadi değil yerde tam kurarım daha ne diyeyim. این چطوره؟ خوبه. خوب هم وقت امتحان کردم. میدونی یه ندایی از درونم میگه که یکی از این دسرها همون دسره. خواهیم دید. از کدوم یکی شروع کنم؟ من میگم این یکی. چطوره؟ شده تا حالا ندای درونت بهت دروغ گفته باشه؟ خوبه. پس باز برگشتیم سر خونه اول. وای خیلی خسته شدی. دیر وقته دیگه. بهتر آشپزخونه رو جمع جور کنیم و بریم. فردا خیلی کار داریم. میخوای برسونمت؟ پلی؟ ها؟ چی شده؟ این بو؟ انگار راز همه چی تو این عطر نهفته است. چطور؟ ساکت باش. به نظرت داریم
کار درستی میکنی. آره. گل خشک. آنه چی خشک؟ گل خشک یعنی تو عطر، تو عطرم از همون رایه هست، دسرم همین رایه رو داره. آه تو اونو داری میگی؟ پس میخواستی چی بگم پلی؟ معلومه که میخواستی همینو. آره. بگی. من باید هرچه زودتر اینو امتحان کنم. پلین بیا دیگه. شب بخیر آبجی. رئیس یه کوچولو حالش خوب نیست. این چه حالی رضا؟ چرا خانوم؟ ما با هم چه قراری گذاشته بودیم؟ ما صد دفعه با هم چه قراری گذاشتیم؟ صد دفعه راجع به چی حرف زدیم؟ مگه قرار نبود دیگه از طلاق حرف نزنیم؟ رضا جون اینا چیزی نیست که بشه دم در راجع بهشون حرف زد. بیا تو. من دیگه پامو توی خونه نمیذارم. دیگه پامو نمیذارم. تو که گفته بودی توبه کردم. مگه قرار نبود از این حرفا نزن؟ دیگه داری عصبی میکنی رضا. نابجی این الان تو حال خودش نیست. شما فقط یه بله بهش بگو. باز خاطره میگم که دعوات رو میدونم الان چی کار کنم. زابر بیا گوشیمو بگیر، زنگ بزنم به وکیل بگو پرونده رو تشکیل بده. رئیس نمیشه فردا زنگ بزنیم، طرف الان خوابه. زنگ بزن بابا. میخوای طلاق بگیریم رضا؟ بیا به اسم آقا حسین سیف شده. پس اسمش حسینه؟ آره. رفت. کمکم ببریمش تو زبیر. رئیس بلنشو اول تو امتحان کن. تو اون مزه و طعمو بهتر میشناسی. چطوره؟ این بار دیگه خودشه مگه نه؟ دقیقاً خودشه. بخور ببین اونطور که تعریف میکردم هست؟ گفته بودی مثل اومدن بهاره. آره بعدش مثل نسیمی که تابستون آدم رو نوازش میکنه. البته تو شاعرانه تر توصیفش کرده بودی. راستی ببینم تو چرا شعر نمی نویسی؟ باور کن لذت این دسته رو بهتر از این نمیشد توصیف کرد. از کجا میدونی؟ شایدم می نویسم. واقعا می نویسی؟ خیلی دوست دارم بخونم سینا. شاعر گفته شعر مثل یه رازه، خودش بهتر میدونه کجا باید خونده بشه. باشه هرچی تو بگی. اوه خیلی دیر شده، تو برو تو سالن منتظرم باش، منم سریع اینا رو جمع جور میکنم بعدش بریم. باشه باشه. خیلی خوشمزه بود.
بی خود نیست که زبونم بند میاد و یا لرزش دستان بی خود نیست. اولین قدم ها، حرفایی که نیمه تموم موندن یا هیچ وقت نتونستم به زبون بیارم. تو عشقی هستی که از چشمام محفوظ نگهش میدارم و بیشتر از هر چیزی آتشی هستی که درونت میسوزم. شبی هستی که هیچ وقت نمیتونم فراموشت کنم. معلومه خیلی کار کردم، ولی خیلی با نمکن. امروز خیلی کار داریم، باید دیگه بیدارشون کنیم. به نظر من اگه میخواستم بیدارشن تا حالا بیدار شده بودن. معلومه که خیلی خسته شدن. خاموش. ببخشید، منظورم اینه که خیلی کار کردن. صبح بخیر. به چی زور زدید به روبرت تماشا میکنی؟ چیزه جید خانم، انقدر قشنگ خوابیدن که دلمون نیومد بیدارشون کنیم. سینان پلین، bırakır mıyım sandım?